بر خط اخبار گفتگوهای اعضای کنگره بر روی بسته کمکی فاز سوم همچنان ادامه دارد. با این حال سرمایه گذاران به اقدامات جدید پشت پرده اعلام شده توسط فدرال رزرو که در روز دوشنبه اعلام شده است خوشبینند. اپیدمی در ایتالیا علائمی از کاهش گسترش را نشان می‌دهد، در حالی که ایالات متحده آمریکا به حالت تعطیلی درآمده و تایلند وضعیت اضطراری را اعلام می‌کند. و بازار نفت امیدوار است که ایالات متحده برای ثبات بازار با عربستان سعودی توافق کند. اخبار جفت ارزها و ارزهای مجازی. در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهیم رساند. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیلز. امروز سه شنبه 24 مارس 2020، برابر با پنجم فروردین ماه 1399، با اخبار شبانگاهی بازارهای مالی جهان در خدمت شما هستیم. مشروع اخبار: امیدها افزایش یافته اما هنوز لایحه کمکی فاز سوم تایید نشده است. بسته اقدامات حمایت اقتصادی مجلس سنا که اکنون حجم آن به 2 تریلیون دلار افزایش یافته است، همچنان بلا تکلیف باقی مانده، زیرا اعضای حزب دموکرات نسبت به دامنه و سهولت کمک‌های فدرال به شرکت‌های بزرگ اعتراض دارند. سخنگوی مجلس نانسی پلوسی روز دوشنبه یک بسته دیگر در برابر بسته پیشنهادی جمهوری خواهان به ارزش 2.5 تریلیون دلار اعلام کرد که تمرکز آن بر روی کمک‌های مالی به خانواده‌ها و مشاغل کوچک می‌باشد. بر اساس داده‌های جان هاپکینز، تعداد مبتلایان در امریکا اکنون به 46,000 نفر رسیده است و تعداد موارد تایید شده در ایالات متحده همچنان در حال شتاب گرفتن است. این در حالی است که بیش از 500 نفر نیز جان باختند که از این تعداد 125 نفر فقط در شهر نیویورک بودند. در جاهای دیگر تایلند وضعیت اضطراری اعلام کرده، در حالی که اندونزی افزایش شدید در موارد جدید را ثبت می کند. در حالی که هنوز نمایندگان در حال بررسی لایحه‌های پیشنهادی از طرف هر دو حزب می باشند، فدرال رزرو با اقداماتی مانند چاپ دلار بیشتر و سرازیر کردن نقدینگی بیشتر و برنامه خرید سهام و اوراق قرضه دولتی حمایت بیشتری از اقتصاد را در پیش گرفته و این به خودی خود باعث بازخورد مثبت بازارها شده است. امروز و در آسیا نیکی با بیش از 7% رشد کار خود را پایان داد، در حالی که هانگ سنگ تقریبا 4.5% رشد کرد و شانگهای نیز 2.34%. در بازارهای اروپا نیز واکنش ها به اقدامات بانک های مرکزی و دولت ها مثبت بود و یوکی صد در لندن و CAC 40 فرانسه تا کنون نزدیک به 6% رشد کردند، در صورتی که داکس آلمان بیش از 8% رشد را تجربه کرده. در امریکا نیز بازارها امروز بعد از چند روز وضعیت قرمز با رشد خوبی کار خود را آغاز کرد تا داو جونز بار دیگر سطح 20,000 دلار را با بیش از 8% رشد تجربه کند و S&P 500 رشد 7.60% داشته باشد و نزدک نیز بیش از 6% بهتر شده است. نور در انتهای تونل ایتالیا. ایتالیا که مرکز جهانی این بیماری همگیر در حال حاضر می باشد، دومین روز کاهش را در موارد جدید
جدید ابتلا و در مرگ و میرها به ثبت رسانده و امیدواری هایی ایجاد کرده است. شرایط در ایتالیا در حال انفجار و کاهش روند بیماری باشد. بورس اوراق بهادار و سهام ایتالیا پس از گزارشی مبنی بر اینکه آلمان مایل به تأمین وام از مکانیسم ثبات اروپا برای مقابله با ویروس با شروط ساده‌تر و یا حتی بدون پیش شرط میباشد، از این گزارش سود برد. با این حال وزیر اقتصاد آلمان به طرح ایجاد اوراق قرضه مشترک توسط منطقه یورو آب سرد ریخت. اعضای اتحادیه اروپا قرار است ملاقات کنند و انتظار می رود در مورد درخواست چنین اقداماتی از کشورهای مانند ایتالیا، اسپانیا و پرتغال نیز صحبت شود. در همین حال ایالات متحده که تا پنج شنبه روی کردی با آرامش بیشتر را برای سرکوب شیوع ویروس در دست اجرا داشت، جلسات عمومی بیش از دو نفر را ممنوع اعلام کرد و آن را با بسیاری از کشورهای دیگر اروپا هماهنگ کرده است. بدترین داده های شاخص مدیران خرید تا کنون. بازارها همچنین باید نظرسنجی کاملا منفی تجاری که میزان اختلال در اقتصاد جهانی از بیماری همگیر کووید 19 را نشان می‌دهد بررسی کنند. شاخص مدیران خرید کامپوزیت حوزه یورو که توسط IHS مارکیت منتشر شد، این شاخص در ماه مارس به 31.4 بسیار پایین‌تر از حد انتظار و کمتر از 51.6 در ماه فوریه سقوط کرد. این شاخص امروز در ایالات متحده نیز به 37.1 سقوط کرد، بسیار کمتر از 45.1 مورد انتظار بازارها. در سراسر منطقه یورو شاخص مدیران خرید بخش خدمات نیز بسیار بیشتر از بخش تولید کاهش یافته است و این نشان دهنده چگونگی فلج شدن بخش‌های خرده فروشی، مسافرت و تفریحات در قاره اروپا است. در بازار نفت و طلا امروز شاهد دو رفتار مختلف بودیم. امروز و در طول بازارهای آسیایی و اروپایی نفت رشد نسبی داشت، اما همانطور که پیش بینی میشد این رفتار صعودی موقتی بود و با افزایش اخبار تعطیلات و قرنطینه در سراسر جهان درخواست ها نیز برای نفت کاهش یافت و به کاهش قیمت نفت انجامید و اکنون نفت خام در قیمت 23.40 معامله می شود که همسط به قیمت باز شده بازار می باشد. در بازار طلا وضعیت امروز کاملا متفاوت بود و رشد ادامه یافت که دلیل اصلی آن کاهش شدید نقدینگی در بازارها بود. به همین دلیل امروز و برای اولین بار در معاملات اسپرد طلا به 8 دلار در هر اونس نیز رسید. و در انتها اخبار ارزهای مجازی. بیتکوین در وضعیت ریسک پذیری بازار در حال بازیابی است تا علاقه‌مندان به کریپتو رقص پیروزی داشته باشند. امروز بیتکوین و سایر آلت کوین ها با تعصب صعودی اما محدود روبرو بودند. علاقه‌مندان به ارزهای مجازی معتقد هستند که برنامه نامحدود فدرال رزرو امریکا برای خرید نامحدود سهام و اوراق قرضه به روند صعودی این دارایی ها کمک کرده است. البته همچنان بازار ارزهای مجازی بار دیگر ماهیت ناپایدار خود را نشان دادند. بیت کوین و دیگر ارزهای مهم پیش از افتتاح بازارهای ایالات متحده یک رشد شدید را تجربه می‌کردند، اما حرکت صعودی با نزدیک شدن به سطح فنی مهم از بین می‌رود. امروز بالا بین مهمترین ارزهای مجازی بیت کوین و اتریوم نزدیک به 3% رشد داشتند، ریپل و لایت کوین نیز حدود 1%. همانطور که مشاهده نمودید، آخرین قیمت نمادهای مختلف نیز به صورت زیرنویس در تصویر درج شد.
با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری، از شما دعوت میکنم برای دریافت آخرین اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی جهان کانال تلگرامی ما را به آدرس @proskillsnews دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، شاد و پیروز باشید.